حالا این که اعتبار نداریم چرا شد، چرا اعتبار نداریم هم سواله. یعنی از ساختارهای مدیران عزیزمون تو ساختار اجرایی باید پرسید که خب شما چه کار کردید برای این که اعتبار جلب بکنید، اثبات بکنید که توی وضعیت راه ها ضعیف هستید. ما نگاه میکنیم به نظام در واقع بودجه بندی راه کشور، میبینیم به نسبه بودجه‌ای که برای اعتبارات راه‌های استان خراسان در نظر گرفته میشه به نسبت بسیاری از استان‌های کوچک هم کمتر هست. خب این مال اون قدرتی است که ساختار اجرایی در تفهیم شرایط موجود داره باید ایفا بکنه دیگه. من خواهش میکنم شما نقشه جمهوری اسلامی ایران رو از وسط نصف بکنید، بعد بین شرق و غرب یه نگاهی بندازید تو وضعیت راه‌ها. در شرق این نقشه، در نیمه شرقی ایران کلا که متشکل از چندین استان بزرگ مثل سمنان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، ستا خراسان، حتی گلستان، شما به این نقشه که نگاه میکنید تمام این استان‌ها کلا 35 کیلومتر آزاد راه می‌چرخد، در حالی که در اون طرف کشور، در غرب، در نیمه غربی کشور بیش از 8000 کیلومتر آزاد راه است. کل برمیگرده به مدیریت ضعیفی که در طول سالهای گذشته در تمام این 40 سال در بحث بودجه بندی راه وجود داشته و اصلا اثبات نکردیم ما که این منطقه از کشور، این نیمه کشور اینجا راه لازم داره. ما در وضعیت راه بسیار بسیار ضعیفیم. راه منحصر به جاده هم نیست، راه هم وضعمون همینه. سالها مقام معظم رهبری موضوع کوریدور شرق مطرح کرده، اتصال راهن در واقع چابهار به بندر امیرآباد ساری رو مطرح کرده که چابهار، زاهدان، مشهد، بجنورد، گلستان و بندر امیرآباد، خب این میتونه کوریدور شرق فعال کنه، شمال جنوب رو هم متصل بکنه. متاسفانه پروژه ها خابیده است، هم راه هم راهن، دقت کردید؟ و همه مسئولین استان، هم استاندار در دوره جدید، هم مدیران مربوطه، هم نمایندگان، ما نمایندگان همه باید دست به دست هم بدیم در این دوره‌ای که بالاخره رئیس دولت خراسانی است و درک درستی از وضعیت و محرومیت زیرساخت‌های خراسان داره، حداقل یه توجه ویژه بشه. اون طرف هم باید بخش خصوصی بیاد توی قصه. بدون توان و بدون پول بخش خصوصی امکان نداره که بشه این راه ها رو ساخت. من به جرأت عرض میکنم که آزاد راه مشهد به تهران به راحتی با بخش خصوصی قابل ساختنه. چرا بخش خصوصی رو نمیارن تو کار؟ یا راه آهن‌ها با بخش خصوصی قابل ساختنه، یا استفاده از ظرفیت ماده 56 قانون درآمدهای مالی دولت در استان خراسان تقریبا تعطیله. آقای مدیر کل و دیگران بعد راجع به اینا توضیح بدن که چقدر پروژه رو رفتن ماده 56 کردن با اعتبار بانک‌ها و با اعتبار در واقع پیمانکارهای بزرگ و با اعتبار سرمایه گذارها بیان راه رو بسازن. ماده 56 این ظرفیت گذاشته، اما ما این کارا رو نکردیم. فقط منتظریم که یه رقم میتونه این بودجه بیاد این پول رو خرج کنیم. پول خرج کردن کار سختی نیست آقای طلبی، یعنی خیلی راحته. مدیر کلی که فقط بشینه پول بیاد پول خرج کنه به نظر من مدیر کل مطلوبی نیست. باید رفت دنبال سایر منابع غیر دولتی، البته منابع دولتی رو باید جذب کرد، اما کار اگر فقط منحصر به منابع دولتی باشه انجام نخواهد.